خانم عزیز سلام به شما، خوش آمدین به برنامه ما. تشکر از وقتتان. سوالت را آغاز میکنیم که شما دلیل ادامه ای جنگ در کندوز که وارد یک هفته میشه در چی میبینین؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های محترم، متاسفانه قندوز برای بار دوم یک فاجعه بسیار بزرگ را تجربه میکنه. امروز مردم ولایت قندوز و آتش جنگ میسوزن و تمام هست و بود قندوز با آتش کشانده شد و متاسفانه از مدت 6 روز به این طرف جنگ بسیار شدید در کوچه کوچه و خانه خانه قندوز دوام داره و تمام مردم قندوز در خانه های خود گیر ماندن و متاسفانه که آب و نان و مواد غذایی و حتی هیچ نوع امکانات برای زندگی ندارن. در اکثرت خانه ها طالبا آمدن جای گرفتن، در یک خانه اعضای خانواده است و در خانه دیگه طالبا جای گرفتن و از اوجه خانه به خانه طالبا با همدیگر رابطه دارن و از خانه های مردم نیروهای امنیتی را هدف قرار میتن. خانم عزیز با منظره قبل از یاده شما بارها صدا کردیم که باید عملیات های... سوالی بود که شدت از جنگ شما در چی میبینید؟ بله. ای که به این اندازه شدید هست و خانه به خانه میره، مشکلات شدت شده، شدت به خاطر از این گرفتاله که حکومت از آغاز باید عملیات تصفیوی را انجام میدادن و روز اول که نیروهای امنیتی، نیروهای مخالفین از چهار طرف به ولایت قندوز حمله کردن، از امو آغاز باید یک مقاومت جدید برابر مخالفین صورت میگرفت و اونا را به عقب میزدن. در اون روز اینا مقاومت نکردن و درست در مقابل مخالفین جنگ نکردن و گذاشتن که مخالفین بیان در کوچه کوچه و خانه خانه مردم جابجا شوند و حال بسیار مشکل است که عملیات اینا با وجود که گراف تلفات ملکی بسیار بالا رفته و متاسفانه روز به روزم گراف تلفات ملکی بلند رفته میره، چون بسیار مشکل است که یک کس از خانه خود میبراید، طالب فکر میکنه این نیروهای دولتی است، وقتی یا نیروهای دولتی فکر میکنه این طالب است. در هر دو صورت تلفات ملکی زیاد است و مردم بسیار به یک پریشانی بزرگ به سر میبرند و امروز یک فاجعه بزرگ است و مردم خانه های خود ترک کردن، به ولایت های همجوار مهاجر شدن که متاسفانه وضعیت مهاجرین هم بسیار زیاد خراب است. شما فرمودین که در روز اول حکومت ما نکرد، فعالیت نکرد، روز اول بادی کار میکرد. البته برمیگردیم به این بخش که شما ایره پرسان میکنم، اجازه بدین سوال دیگری تو طرح کنم که برخی نماینده های کندوز در ولسی جرگه اینا خواهان محاکمه مقامات امنیتی ولایت شدن، اونا خواهان محاکمه کیها و بروی چی دلیل شدن؟ من فکر میکنم هر کسی که غفلت وظیفوی کرده، هر کسی که وظیفه خود به درستی انجام نداده و از اثر خوب وظیفه اجرا نکردنشان مردم قندوز به خاک و خون کشانده شده، با آتش جنگ سوخته، اونا واقعا باید محاکمه شوند. اونا کی هستند؟ شما وظیفوی میکنم مطابق قانون برش یک جزا تعیین شده. بله، شما میتونین بگوین که اونا کی هستند؟ بله. مشخص است نفرایشان برای شما و نظر شما؟ فقط کسان مشخص کسانی که هم در رأس نیروهای امنیتی در ولایت قندوز مسئول بودند که باید در مقابل مخالفین عملیات میکردن، جنگ میکردن و هم کسانی که در رده های بالاتر هستند، در وزارتخانه هستند، شخصا وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله و تمام کسانی که در خود ولایت مسئول بودند که در برابر مخالفین باید از می جنگیدن و به قدر آسانی قندوز تسلیم نمیکردن. بله. فاجعه بزرگی که آفریده شده اونا مسئول ازی هستن و باید امروز برسه که از اونا، یعنی مصر گذشته، سال گذشته وقتی قندوز سقوط کرد هیچ کسی را کس جزا نداد، از هیچ کسی کس پرسان نکرد، یک کمیته تعیین شد. بله. کمیته رفت بررسی خدا ورد، نتیجهش معلوم نشد. بله. بالاخره امروز به این سرنوشت ما دچار شدیم و این قربانی را فقط مردم قندوز است که تحمل کرده. خانم عزیز شما حکومت مرکزی باید هر چی عاجل‌تر به داد مردم قندوز رسیدگی بکنن. ناتو که ما با ایشان که پاسخ سوال خود گرفتم خانم عزیز، اجازه بدین این شما بپرسم. خانم عزیز شما نظر والی کندوزک، اونا گفتن که کشته شدن مردم خواست خداست، کشته شدن مردم اینا خواست خدا بود که باید مردم کشته شوند، نظر زیر شما در مورد چه قسم ارزیابی میکنین؟ خب من بسیار متاسف هستم که والی قندوز چنین یک اظهارات را کرده. پس خی مسئولین به خاطر چی هستن؟ نظام به خاطر چی است؟ خی بگذارم که همگی بیان کشته شوند که خواست خداوند است. من این نظر کاملا رد میکنم و درست است که هر چیز به خواست خداوند میشه، ولی خداوندم بنده های خودم مامور ساخته به خاطر حفظ و جان خودشان و دیگه مسلمان ها. از این خاطر من فکر میکنم این نظر کاملا یک نظر خودشان است و این نظر را رد میکنم و من فکر میکنم که پشت از این نظریات باید حکومت نگرده. بله. و
و در مجموع دولت افغانستان، حکومت افغانستان و ناتو و کسانی که در افغانستان در مبارزه با تروریسم به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور دارند، اینا باید به خاطر محو تروریسم مبارزه جدی بکنن تا مردم افغانستان و مردم قندوز از این حالت نجات بتن. فهمیده شد. اجازه بدین یک سوال دیگه مختصر اگر لطفاً پاسخ بگین. در حالی که وزیر دفاع و جنرال نیکلسن در هلمند هستند، شما نقش ماموریت حمایت قاطع را در قندوز چطور ارزیابی میکنین؟ وقت مردم ما در یک فاجعه انسانی به سر میبرن، وقت مردم ما در آتش جنگ میسوزن، وقت شش روز افروز است که مردم ما همگی جسدا بر روی سرک میفته، ما این قسم ماموریت از اینا که به درد مردم ما نمیخوره ما چی کنیم؟ درست است اگر اینا ماموریت میکنن باید درست بیان مردم ما را از حالت نجات بتن. اینا به ولایت قندوز قبلا همه قسمی که امروز به هلمند سفر کردن، چند روز پیش به قندوز سفر کرده بودن و به مردم قندوز خود جنرال نیکلسن وعده داد که قندوز دیگه سقوط نخواهد کرد و این مردم ما را اخفال کردن و مردم از همین خاطر در خانه‌های خود گیر ماندن و اگر نه در شروع که وقت جنگ شده بود میتونستن خود بیرون بکشن. اما چون جنرال نیکلسن و رئیس جمهور و دیگرا برشون وعده داده بود که قندوز دیگه سقوط نمیکنه، اینا به غم در خانه‌های خود چشته بودن که بالاخره در چنگال طالب افتیدن و امروز در بدترین حالت به سر میبرن. تشکر شما خانم فاطمه عزیز، نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه. تشکر از شما جان، سپاس که لطف کردین در استودیو اومدین و به سوالای ما پاسخ گفتین. تشکر.